به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، وقت شما بخیر. خدا قوت میگم به شمایی که تازه از محل کار تشریف آوردید و شما خانم خونه داری که در منزل تلاش میکردید تا اعضای خانواده که به منزل تشریف میارن لحظات و فضای خوبی رو برای اونها پیش بینی میکردید که حتما این شکلی هم شده. خب امروز میخوایم در برنامه خودمون آشپزخانه شماره 3 برای شما مرغ توفری رو با سس کره داشته باشیم، اما امروز مزه‌دار کردن مرغ ما یه مقدار فرق میکنه. برای اینکه ما فقط نمیخوایم روی مرغ مزه‌دار کنیم، ما میخوایم کره رو با مقداری روغن و یه سری مواد دیگه ترکیب کنیم و داخل تاوه یه اتفاقایی بیفته، بعد نحوه مزه‌دار کردن مرغمون یه کوچولو متفاوته. اولین کاری که میخوایم انجام بدیم، رونهای مرغ رو باید از قسمت اسکلت جدا بکنیم. به این ترتیب این اولین رون مرغ، اینم از بعدیش، کاملا اون قسمت استخوانی رو از رون مرغ جدا میکنیم. به این ترتیب حالا با مقداری فلفل فقط روی اون رو مزه دار میکنیم. اون تفاوتی که میگفتم این نیست، تفاوت رو لحظه لحظه که برنامه پخش میشه شما خواهید دید. خب کاملا با این فلفل هایی که آسیاب کردیم روی این مرغ ها اون رو ماساژ میدیم تا فلفل کم کم رطوبت مرغ رو به خودش بگیره و مزه دار بشه. خب این از مرغامون. میریم سراغ سیب زمینی. سیب زمینی رو با پوست برش میزنیم و اون رو به صورت حبه قندی خرد میکنیم. شما میتونید سیب زمینی رو قبلش تنوری بکنید یا میتونید داخل تاوه مقداری تفتش بدید، یا نه میتونیم داخل یک ظرف سیب زمینی ها رو بریزیم، مقداری فلفل، و مقداری نمک، یه مقدارم روغن. این سیب زمینی رو با نمک و فلفل و روغن یه مقدار مخلوط میکنیم. دو حبه سیر رو پوست میکنیم. سر و ته سیر رو که بزنیم به راحتی پوست اون جدا میشه. به این ترتیب که البته به خاطر فشاری که با لبه چاقو روی اون ایجاد کردم، دیگه همان انتهای سیر رو که جدا میکنیم به راحتی این پوست جدا میشه. اگر نخواستید به این حالت بشه، شما اون رو دیگه حالت فشار رو ایجاد نمیکنید روی سیر و فقط سر و ته رو میزنید، باز هم به همین راحتی جدا خواهد شد. سیر رو به صورت مقداری ساتوری خرد میکنیم، خیلی نباید ریز باشه چون میخوایم طعم و مزه سیر رو ما ازش جدا بکنیم و داخل کره ببریم. خب این از کره. مقداری هم فلفل میخوایم روی کره میریزیم تا کره آب بشه، فلفل حالت سوختگی پیدا نکنه روی تاومون، این چربی مانع از این اتفاق میشه. یه مقدار حرارت باید کمتر باشه. اگر یادتون باشه عرض کردم که ما مقداری روغن هم میخوایم تا جلوگیری کنه از این که دوغ کره بخواد رو حرارت بسوزه. ما میتونیم از مواد مختلف استفاده بکنیم و این کره رو طعم‌دار بکنیم. میتونیم از رزماری، فلفل دلمه و مواد دیگه مثل بادیان، میتونیم از زنجبیل استفاده بکنیم به صورت تازه و توی این کره تف بدیم و این کره رو مزه دار کنیم. اون دیگه به سلیقه و ذائقه شما برمیگرده که شما انتخاب بکنید کدوم یکی از این مواد رو. یه مقدار ما نمک میزنیم به این کره
که با روغن زیتون، سیر و مقداری فلفل داره ترکیب میشه. قراره یه اتفاق جالب بیفته. قراره این کره مزه‌دار رو ما بعد از تفت دادن از صافی رد بکنیم و بعد از اینکه از صافی رد کردیم با استفاده از سرنگ داخل این مرغ ها تزریق بکنیم. به عبارتی ما میخوایم مرغ رو علاوه بر اینکه از رو مزه‌دار میکنیم از درون هم اون رو مزه‌دار بکنیم. این اتفاق باعث میشه که غذای ما و این مرغ ها بسیار بسیار خوشمزه تر از اون حالتی که تا به حال برای شما آموزش دادیم بشه. ما سیب زمینی ها رو مزه‌دار کردیم. این از سیب زمینی به سیر اضافه میکنیم و روغنی هم که تا این ظرف است دوباره داخل تاوه میریزیم. این هم از کره و روغن مزه‌دار ما. میایم به سراغ پیاز. پیاز رو به این حالت خرد میکنیم یا هر حالتی که شما تمایل دارید. میتونید اون رو به صورت حلقه حلقه خرد بکنید و بعد از اینکه مقداری تفت دادید کف مرغ داخل فر قرار بدید. اینم از پیازمون. حالا حرارت رو زیاد میکنیم و اجازه میدیم این مواد با همدیگه مقداری تفت بخوره. برمیگردیم روی تخته کارمون و مزه‌دار کردن مرغ رو که قبلش انجام دادیم با استفاده از فلفل و روغنی که روی اون ریختیم و ماساژ دادیم. ما میتونیم مرغ رو به صورت یک چهارم قرار بدیم، یعنی به همین حالت، یا میتونیم اون رو به صورت برش های هشت تیکه، یعنی یک مرغ رو شما اول به چهار قسمت و بعد به صورت هشت تیکه اون رو برش بزنید. یک مرغ رو میتونید به این شکل تقسیم بندی بکنید. به داده موادمون روی تاوه میرسیم، تفت رو ادامه میدیم، یه مقدار بهش روغن باید اضافه کنیم که این اتفاق میفته. حالا برمیگردیم روی تخته کارمون. این سوسی که اینجا داریم رو به آرامی داخل سرنگ میکشیم. آرام آرام داخل سرنگ جذب میشه و بعد شما میتونید اون رو داخل این مرغ تزریق بکنید. این کره مزه‌دار ما که در قسمت‌های مختلف مرغ شما میتونید اون رو تزریق بکنید و کم کم از درون هم این مرغ‌ها مزه‌دار بشه. چون کره و روغنی که ما استفاده کردیم با سیر ترکیب شده، این کره از درون شروع میکنه به آرامی مزه‌دار میکنه و به خاطر کره ای که از خود عطر کره و چربی کره باعث میشه که غذای ما خوشمزه تر بشه. خب رنگ پیاز و سیب زمینی ما عوض شد. میتونیم با یه مقدار اضافه کردن زردچوبه رنگ بهتری بهش بدیم. حالا نوبت جدا کردن این مواد از کره و روغن هست. تمام مواد و مخصوصا سیر رو جدا میکنیم از روغن و بعد مرغ رو داخل این تاوه میریزیم و یه مقدار تفتش میدیم. این هم از رونای مرغ. حالا این سیب زمینی، سیر و پیاز رو کف ظرف می‌ریزیم. کاملا کف ظرف پخش می‌کنیم. اگر دوست داشتید می‌تونید یه مقدار هم از سبزیجات معطر، این دیگه سلیقه است، بهش اضافه بکنید. خیلی هم نمی‌خواد خرد بکنید. یه مقدار از این سبزی می‌ریزیم کف ظرف. عرض کردم این سلیقه ایست و مواد لازممون نبوده. مرغ رو برمیگردونیم یه چند بار تا رنگش کاملا عوض بشه و یه کوچولو سرخ بشه. این عمل باعث میشه که داخل فر مدت زمان کمتری قرار بگیره. شما حدودا میتونید در عرض 40 دقیقه این رو داخل
فعل قرار بدید که گرما از پایین به اون بزنه، چرا که این مواد مانع از ته گرفتن و سوختن مرغ میشه. و در نهایت بعد از مدت زمان 40 دقیقه که گذشت میتونید 7 8 دقیقه تا الی 10 دقیقه اون رو از بالا حرارت بذارید، یه مقدار روی مرغ شما رنگش عوض بشه و به مقدار دلخواهی که شما نیاز دارید یا دوست دارید اون سرخ بشه. خب آماده است غذای ما برای وارد شدن درون فر. فر رو از قبل ما گرم کردیم و در دمای 140 تا 160 درجه اون رو گرم کردیم و حالا بهش 40 دقیقه فرصت میدیم تا مرغ ما کاملا بپزه. پس همراه ما باشید، از پای گیرنده هاتون هم تکون نخورید، خیلی سریع غذای ما آماده خواهد شد و به قسمت خوشمزه کارمون خواهیم رسید. همراه ما باشید. به انتهای کارمون رسیدیم، غذای ما از فر در اومده و آماده است. یه مقدار هم لیمو چاشنی اون میکنیم، هم روی مرغ هم روی سبزیجاتی که به همراه پیاز و سیر داخل فر گذاشتیم. این غذا رو تقدیم شما خانواده های محترم و دوست داشتنی میکنم. امیدوارم از این برنامه هم مثل برنامه های دیگه رضایت کامل رو داشته باشید. شماره ما رو 3-4-0-3 پیامک ارسال کنید، فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.